بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا مسئله حجوم به منزل حضرت زهرا سلام الله علیها و شهادت حضرت و شهادت حضرت محسن علیه السلام از مسائل مسلم تاریخی و از موضوعات غیر قابل انکار از کجا شروع شد عزاداری برای حضرت از همان زمان شهادت و موقع خاک سپاری شبانه که امیر علی علیه السلام فرمود و اما حزنی فسرمد ازای من دیگه پایان پیدا نمی کنه. در نهج الالقه داریم زمانی که در یکی از جنگ آقا امیر بهشون عرض شد که چرا خذاب نمی محاسنتون رو فرمود مگر نمی دونیم ما هنوز ازادار هستیم و این ازاداری استمرار پیدا کرد اعتقاد به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در بین شیعیان از همون ابتدا وجود داشته علمای شیعه عموم شیعیان با وجود اینکه دستگاه حاکمه چون طرفداران فکر بنی امیه و بنی عباس طرفداران سیستم خلافت خلفا بودن مخالف بودن این فکر منتشر بشه اما با این وجود شیخ توسی در کتاب تلخیص و شافی جلد سوم صفحه 156 میفرماید والمشهور مشهور لا خلاف فیه بین شیعه یک مسئله مشهوری نزد شیعیان که هیچ مخالفی نداره چیه؟ شهادت از زهرا سلام الله علیها و شدن حضرت محسن علیه السلام هست جالبه بدونید قاضی عبدالجبار معتزلی متوفای سال 415 هجریه از مخالفین شیعه است ایشون میاد میگه و فی از زمان در زمان ما و دوران ما شیعیان و بزرگان شیعه عزاداری میکنن برای حضرت زهرا و حضرت محسن علیه السلام و اشک میریزن بر اینها یعنی مسئله اعتقاد به شهادت حضرت از همون ابتدا وجود داشته هم برای مسئله حجوم هم برای شهادت در کتب شیعه و اهل سنت روایات متعددی وجود داره جدای از روایاتی که وجود داره یه سری افراد و علمای اهل سنت اعتراف نسبت به این مسئله کردن سراحتا قضیه حجوم رو پذیرفتن خود خلیفه اول مسئله حجوم رو پذیرفته روایات صحیح و معتبر اهل سنت داره مثلا در کتاب مستند فاطمی سیوتی از قول خلیفه اول زیادالدین مقدسی هم آمده است روایت رو آورده روایت هم سندش معتبرن از اهل سنت ابن قتیبه دینوری در کتاب علم و سیاسه اعتراف میکنه به مسئله هجوم به منزل حضرت زهرا سلام الله علیه. ابن عبل حدید معتزلی متعصب اعتراف میکنه نسبت به این مسئله ابو بکر ابن عبید از علمای بزرگ اهل سنت اعتراف میکنه نسبت به موضوع ابن تیمیه و وحابیت در کتاب منهاج السنه اونجا میاد میگه و قایت و مایقال انهو کبسل البیت میاد میگه بله مسئله حجوم رو اونجا میپذیره و خب دلیلی براش میاره که دلیل جسارت به امیر المومن و سلام الله علیه هاست که اهل سنت آمدن در مقابل ابن تیمیه گفتن منافق بوده و تعم فاطمه به انفیه شعبتون من نفاق خود ابن تیمیه منافق بوده چون تهمت زده به زهره زهرا و به امیر علی علیه علیه السلام عبدالمقصود عبدال مصری مورخ و نویسنده معروف مصری سراحتا مسئله حجوم رو آمده است، پذیرفته حتی شاعر نیل آمده به عنوان یک اهل سنت قضیه و مسئله حجوم رو پذیرفته ابن شهنه از مورخین اهل سنت قضیه حجوم رو پذیرفته اینا دیگه فقط روایت نیست دا اقبال علمای اهل سنتی که اصل مسئله رو پذیرفته اما در بین این اسامی که بنده خدمت شما عرض کردم شخصی به اسم ابوبکر ابن ابی ابو بکر ابن داره روایت و عبارتی که ازش نقل شده خیلی سراحت داره ببینید ایشون رو آقای زهبی در کتاب سیار علوم نوبله آمده تعبیر به کار برده گفته الامام الحافظ الفاضل امام اهل سنت حافظ نزد اهل سنت یعنی حداقل صد هزار روایت حفظ بوده و فاضل نزد اهل سنت یه عبارتی داره من قبل از اینکه عبارتشون رو بخونم اینو عرض بکنم آقای زهبی میاد همینجا برای اینکه بخواد زیر سوال ببره این عبارت رو میگه حاکم نیشابوری گفته این آدم یعنی ابوبکر بن عبی دارم غیر ثقه است خب این دروغه وقتی به کتاب خود حاکم نیشابوری مراجعه میکنیم المستدرک علی الصحیحین میبینیم روایت ایشون رو تصحیح میکنه و ایشون رو حافظ میدونه و اصلا استاد حاکم نیشابوری بوده که مورد تایید حاکم نیشابوری قرار گرفته ابوبکر بن به عنوان یک عالم بزرگ و کسی که در عصر محمد ابن اسماعیل بخاری قرار داره عبارتی که راجبه به حضرت زهرا سلام الله علیها داره عبارت عجیبیه که یک عالم اهل سنت آمده اینقدر صریح این رو تایید کرده و یا نقل کرده آنچه که در کتب اهل سنت آمده محمد ابن حماد منقول در سیار علوم نوبلا از علمای اهل سنت در جرح و تعدیل زهربی بهش استناد کرده میگه در مورد ابوبکر ابن عبی داره میگه کان مستقیم الامر آمت دهره یک انسان مستحکم بر اعتقادات خودش بود بر عقاید اهل سنت بود یک عالم بزرگ اهل سنت بود امام اهل سنت بود مونتا چی شده بود؟ فی آخر ایامه ایامه اون اواخرش یه روایاتی رو قبول کرده بود یک واقعیت هایی رو پذیرفته بود کان اکثر ما یغره علی المصالب در مورد قضای خلافه های چیزهایی رو بهش میگفتن و ایشون هم پذیرفته بود و موافقت کرده بود به خاطر همین مورد ترد از جانب برخی واقع شد هزار او و رجلون یقره علی ان عمر رفس فاطمه حتی از قطت محسنا میگه کلماتی که بین علمای ما رد و بدل میشد و برایشون قرائت میشد یقره علی این بود که خلیفه دوم به حضرت زهرا سلام الله علیها لگد زد و فرزندش حضرت محسن سخت شد عالم اهل سنت امام اهل سنت داره این رو میگه خود خلیفه اول میاد میگه که من هجوم بردم به منزل حضرت زهرا سلام الله علیها حالا برخی اصلا میاد میگن در تقویم های چند سال گذشته عبارت و واژه وفات استفاده شده خب اولا در مورد حتی امام حسین علیه السلام در تاریخ گاهی نوشتن وفات وفات اینجا به معنای رد شهادت نیست به معنای تاریخ از دنیا رفتنه به معنای درگذشته نه نقطه مقابل مقتول یا شهید بودن از طرف دیگه ما از قرن اول مدارک متعددی داله بر شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها داریم و امامان معصوم علیهم السلام تصریح بر مسئله هجوم به منزل وحی و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و سخت حضرت محسن علیه السلام داشته همه مباحث و موضوعات علمی مظلومیت حضرت سر جای خودش البته مسئله تقریب با اهل سنت زندگی مسلمت با آمیز با اهل سنت عدم جسارت و توهین به مقدسات اهل سنت عدم لعن علنی مقدسات اهل سنت همه اینا هم سر جای خودش ولی مسئله مظلومیت حضرت بسیار مهم ما سوره حمد رو داریم حداقل ده بار در روز میخوانیم در نمازهای واجب سرات اللذین ان انت علیهم غیر المغضوب علیهم خدای راه کسانی رو من میخوام برم که بر اونها غضب نکردی از طرف دیگه میبینیم پیامبر اسلام فرمود ان الله یغضب قذبه که و یرضى لرضا به حضرت صدیق تار سلام الله علیه فرمود که خداوند با غضب توی که غضبناک میشه با رضایت توی که رضایت من میشه ما راه مغضوبین رو نمیخوایم بریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته